سوهو انترتینمنت، داوران نکست استار بای منصور، منوچهر چشمازر، علیرضا امیرقاسمی، پاکسیما زکیپور، کوجی زادوری. هم پنجشنبه ساعت 10 شب به وقت تهران از شبکه جهانی تپش. رایگیری از طریق صفحه رسمی اینستاگرام منصور میوزیک. این شما و این مرحله فینال نکست استار بای منصور. بینندگان عزیز سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. برنامه نکست استار رو دنبال میکنید از تلویزیون تپش و سایت اینستاگرام منصور میوزیک. در خدمت آقای چشمازر هستیم. سلام عرض کردم آقای چشمازر. سلام منصور جان، خوب هستی؟ خوش آمدید. زنده باشید. دوباره خوش آمدید. فداتون بشم، محبت دارید. ممنون که وقتتون رو به ما میدید و خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. زنده باشید. منصور هستم. به برنامه نکست استار، به برنامه فینال نکست استار خوش اومدید. خوش آمد میگی به داورای عزیزمون، آقای علیرضا امیرقاسمی، خانم پاکسیما زکیپور، آقای کوجی زادودی و جناب منوچهر چشمازر. علی جان حال شما چطوره؟ خوب هستید؟ مرسی، خیلی ممنون. خوش آمد میگم به شما و پاکسیمای عزیز و کوجی عزیز. پاکسیما جان خوب هستید؟ خنده باشید، ممنونم. کوجی جان خوش اومدی به برنامه فینال، خوب هستید شما؟ خدا را شکر، زنده باشید، ممنونم. میپرسی چشماتو چقدر میخوام، میگم به قد رنگای نقاش، هر لحظه لبخنده جو کندی تو، هر وقت میخوای چشم خود من باش. هدف از برنامه نکست استار در اصل این بود که در دوران کرونا ما بتونیم خودمون رو سرگرم نگه داریم با برنامه موزیک و با خونه موندن انگیزه هنوز خلاقیت وجود داشته باشه. من سعی کردم از تو خونه با عزیزانی که از سراسر جهان آزمون‌هاشون رو فرستادن این برنامه رو در با یک ادیتور عزیز از دوستانم تونستیم اینو تدوین کنیم. دوستانم رو دعوت کردم که بیان و سندیت به این برنامه بدن، از آقای چشمازر، آقای امیرقاسمی، آقای زادوری و پاکسیمای عزیزم، و وجودشون سندیت خیلی خوبی به این برنامه داد. ممنونم که وقتتون رو با ما گذروندید و ممنون از بینندگان که اجازه دادن به منازلشون بیایم، و ممنون از شرکت کننده ها، چون شرکت کننده ها تک تکشون عشق به این برنامه ورزیدن و وجود اونها بود که این برنامه شکل گرفت. سپاسگزارم از همشون. میریم سراغ اولین اجرای برنامه فینالیست های نکست استار بای منصور. دارم سعی میکنم از تو خونه انرژی و انشالله ادیتورمون هم زیر این یه موسیقی پرهیجان میذاره. Let's start the final! بزن بریم به سرعت برق و باد، بزن بریم از اینجا، بزن بریم عشق و داد و بیداد، بزن بریم از اینجا، بزن بریم از اینجا، بزن بریم از اینجا. به برنامه فینال خوش اومدید دوستان عزیز. 5 فینالیست داریم که هدف اینه که از آهنگایی که در 2 آلبوم و 1 سری تک آهنگایی که من اجرا کردم در 4-5 سال گذشته، در این مرحله از این آهنگ‌ها دوستان باید 2 تا آهنگ اجرا کنن و 1 آهنگم به تیست خودشون، به علاقه خودشون، هر کاری که دوست داشتن. به همین دلیل 3 تا آهنگ از دوستان خواهید شنید و بعد از هر اجرایی یا بعد از هر 3 اجرا نظر داوران عزیزمون رو خواهیم داشت و بعد انشالله به رای گیری خواهیم گذاشت روز بعد از برنامه فینال که پخش میشه در اینستاگرام منصور میوزیک. رای گیریمون رو خواهیم داشت و انشالله نتیجه رو هفته بعدش اعلام خواهیم کرد. خب منوچهر خان شما خوب هستین؟ مرسی، خیلی ممنون. زنده باشید. امیدوارم همه خوب باشن، بچه های عزیزی که زحمت میکشن ویدیو و صداشون رو میفرستن برای ما، همشون حالشون خوب باشه. زنده باشید. سریع و سالم. فداتون بشم. زنده باشید. این شما و این برنامه نکست استار دی فاینالیست. آقا منوچهر، این آقای حامده، تنها نمیذاری من. وقتی ناراحتی راحت نیستم، بغض من شکستنش آسونه،
واسه من زندگی آفتابی نیست، وقتی تو چشای تو بارونه. میدونم تنها نمیذاری منو، تو رو دوست دارم و دوست داری منو. میدونم تنها نمیذاری منو، تو رو دوست دارم و دوست داری منو. اگه عطر دل نشین تو نبود، دلمو هوای دنیا میزد. تو نبودی زندگی زندون بود. آره من عاشقتم تا این حد. میدونم تنها نمیذاری منو، تو رو دوست دارم و دوست داری منو. میدونم تنها نمیذاری منو، تو رو دوست دارم و دوست داری منو. لحظه های بی تو پج مردم، وقتی که مرد استاره میمیره، لابد کسی از عطر تو مسته، لابد کسی دستاتو میگیره، لابد به جز من مرد بیگانه اسم در گوشی تو میدونه، لابد نشانه ها تو میشناسه، این سوز بد منو می سوزونه. یکی از این روزا، روزای بی صدا، بذار مثل اول به تو بگم شما، بذار بگم سلام، به چشمتون میام، بگم نفس نفس هواتونو میخوام. هوامو داشته باش دوباره با گلاش، خود خودت بمون مثل همه نباش. یکی از این روزا خود خود شما، میای قدم قدم تا شهر عاشقا. شاید جهان تازه در راهه، یا آخر انسان خودخواهه. شاید که ما انسان نو باشیم، که زرد و سرخ سپید و سیاه. شاید شاید یکی از این روزا، روزای بی صدا، بذار مثل اول به تو بگم شما، بذار بگم سلام، به چشمتون میام، بگم نفس نفس هواتونو میخوام. هوامو داشته باش دوباره با گلاش، خود خودت بمون مثل همه نباش. یکی از این روزا خود خود شما، میای قدم قدم تا شهر عاشقا. من اون موقع دو تا کار از آقای بیات گرفتم اون زمان. سومین کاری که برام زده بود که من شک داشتم بخونم بگیرم ازشون یا نگیرم، این بود که الان حامد انتخاب کرده و خیلی برام جالبه. آسیم سر رسیدی اسم آهنگی که اونم آقای اصفهانی فکر میکنم آخر توی ایران خوندنه. آسیم سر رسیدی از قربت بیان، دل خسته دیدم اتا آوار خیز باران. ولی چون اسم ترانه اینقدر یونیک بود که آسیم سر رسیدی، من از اون موقع که برام خونده بود آقای بیات تو ذهنم بود. و میگم خیلی جالبه که حامد بجز این که آهنگای ما رو اجرا کرده، اون یه دونه ای هم که آهنگ خودش بوده چیزی بوده که هم سلیقه بودیم یه جورایی با هم توش. خیلی این برام جالبه.
آسیم سر رسیدی، از غربت بیابان دل خسته دیدمت، از آبار خیس باران با مانده در طبیبان، ناگه به من رسیدی، من خود شکسته از خود در فصل ناامیدی. در برکه دو چشمت نه گریه و نه خنده، گم کرده را به شب را سرگشته چون پرنده، من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم. ولی منوچه جان خیلی جالب بود این نوع، این قسمت از صدای حامد رو تجربه نکرده بودیم تو اجراهای قبلیش که اینجور چه چه زدن و خیلی جالب بود برام. نظرتون چی بود راجع به آهنگی که انتخاب کرده بود و اجرا کرده بود؟ برای تو اونجا که یادمه آقای حامد دفعه قبل، خب چندین بار صداشو شنیدم، این دفعه هر آهنگی که خوند، هر سه تا آهنگو خیلی خوب اجرا کرده بود، یا به صداش میخورد یا انتخاب خوبی کرده بود، خیلی خیلی بهتر از دفعه پیش بود اجراهاش. بله بله. این آهنگ آخریش هم که خودش انتخاب کردی که همونی بله. که گفتی قرار بود خودت بخونی، یکی از چویس های بودش که منم میتونستم. بله. خیلی جالبه، زنده باشی که همون آهنگ انتخاب کردی که تو قرار بوده بخونی. به نظر من خیلی خیلی خوب خونده و خوشم اومد از اجراهاش، خوشم اومد. حالا بتونیم اگه بریم همین آهنگ آخریشو گوش کنیم به اوریجینال خواننده، ببینیم چقدر. من میخوام آره به خاطر تحریراش میخوام ببینم از تحریرامون استفاده کرده یا تحریرای خودشه. اوکی میدونم. بریم. من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم، پیدا نمیشدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم. باکسیما جان نظر راجع به اجراهای حامد چیه و تمام رشدی که در اجراهاش در طول این مدت حس کردی و چه توصیاتی داری بهش بکنی و راجع به رأی دادن به حامد چی توصیه میکنی؟ حامد این اجراهاش از همه ی هفته ها بهتر، یعنی واقعا لذت بردم، به خصوص از اجرای انسان نو، خیلی خیلی قشنگ اجرا کرد، خیلی تحریراشو دوست داشتم، اوریجینال بود و به نظر من تا این لحظه که این چند تا از شرکت کننده ها رو دیدیم بهترین اجرا متعلق بود به حامد و من شانس زیادی برای برنده شدن حامد عزیز میبینم. بسیار عالی. علی جان شما نظرتون چیه به طور کل در رابطه با اجراهای حامد و چه توصیه‌ای در برنامه فینال دوست داری بهش انجام بدی؟ من موافق هستم با حرفای فاکسیما. به نظر من هنجرش برای پاپ بهتر هستش، تا مثلا وقتی که آهنگ محمد اسوانی عزیز رو یا اینجور کارا رو اجرا بکنی به این راحتی نیستش، یه هنجره دیگه، یه فضای دیگه و بعد یه مقایسه دیگه قرار میگیری. یه داستان جالبی داریم، همیشه با کجیت فاین رو صحبت میکردیم. بله. ما خب توی سبک موسیقی خودمون موین رو داریم. خب از موین به کسی بخواد موین رو کنسرتی داشته باشه یا برنامه باشه، اول رو موین میذاره، بعدش یه خواننده دومی که فکر کنه یا سومی، اون چهارمیه دیگه از همه وضعش خرابتره. چون زمانی که به اون چهارمیه میرسه دیگه آردی اون سه نفر دیگه وجود دارن. ما در موسیقی که حامد بهش علاقه مند هستش بچه های زیادی داریم که تو اون سبک موسیقی واقعا کارشون خوب هستش، برای همین پاپ به نظر من فضای بهتریه. خیلی خوب شده حامد، خیلی بهتر از گذشته شده و
امیدوارم که موفق باشه. زنده باشه. دفعه به دوربین نگاه کرده بس که پاکسیما بیشتر خوشش اومد. زنده باشی کوجی جان. نظر راجبت کل اجراهای حامد جان چی بوده؟ هر توصیه که داری لطفا به ما در مورد صداش اساتید گفتن، ولی من دیگه حاشیه پردازی نکنم، برم سراغ اجراش که اولین آهنگ من به نظرم خواننده وقتی یک میکروفون نویمن یا AKG هرچی که مال استودیو روبه روشه باید مثل یه سرباز مثل تفنگش فکر کنه ناموسشه، یعنی با اون شوخی نکنه، سرش این ور اونور نگیره. و نصیحتیه که به همه خواننده‌ها کنن وقتی جلوی میکروفون میخونین اون ناموستونه، احترام بذارین، چون دارین ضبط به اصطلاح ادای لایو در میارین، هیچ اشکال نداره. میکینگ میوزیک ویدیو، دارین یه ویدیو، پس اون میکروفون خیلی مهمه، بی شخصیت نباشه. دومیش ویدیویی که من آرزوم بود با تو ویدیو بسازم، به خاطر سهل‌انگاری تو کمکاری نشد. انسان نو برده ساختم، با یکی دیگه ساختم کجی؟ میدونم مبارک باشه. آره تمام اثرات جهانیش الان داره منفجر میشه. گوش کن این روز از یه طرف تحقیقار شدی اون آهنگ ها من میپرستیدم، نمیگم چرا نکردی، کمکاری بذار کمکاری خودم، ولی این ویدیو اومده بود در حد ترور این آهنگ، یعنی ویدیویی که تو رستوران و بسیار بی محتوا بی معنی جز خراب کنه چیزی نبود. و آهنگ سومی چی بود؟ یه اتفاقاتی بود، ولی کلن کارهای قبلی حامد از نظر ویدیو پردازی و اپیرنس بهتر از این یکی بود. راجع به صداش آقای چشمازر مورد تقدیر احترام هر چی از نظرش، علی جان بچه ها، ولی این ویدیو ها جز علی جان و بچه ها عزیز جان بچه ها. نه واقعا من خودم به قول عربا پاکسیما ولی واقعا من خودم لذت بردم از اجراهای بسیار سورپرایز کننده حامد توی برنامه فینال. فکر میکنم یک رشد خیلی دقیق بعد اول برنامه تا الان هم همیشه حس کردم تیم ویدیویی خوبی در اطرافش داره، چون حتی قبلا خیلی بهتر بود این یکی ها. نمیدونم اون به دل من، یعنی مسیج و پیغام انسان نوعی که به نظر من یک کتاب میتونی بگی. خب درست میگه کجی، ما خوب نبود. در نظر داشته باشی دوستان، باید در نظر داشته باشی دو هفته دوستان دو هفته دو سه روز وقت داشتن که سه تا آهنگ و سه تا ویدیو برای ما بفرستن، یعنی خود ما اگر بخوایم همچین کاری کنیم واقعا فکر می‌کنم منصور جان من به نظرم یه ویدیو سالم تو دو دقیقه هم میشه گرفت، بله. ویدیویی که آزار دهنده نباشه، بله. کافیه که بدون اینکه برو شب تو تاریکی مطلق یه دوربین بذار و اجرات و تمام اون پیغام و اون بار عاطفی کلمات با صورتت القا کن، حله. نه کجی نه این حرف شما ببین قشنگه، بله. مثلا میگی آقا یه دونه کار ساده با ولی ساختن ذهن و ساختن اون ارتباط کارگردان با اون شخص و رفتن در اون فضا قرار گرفتن و اون هنرپیشگی که شما داری بهش اشاره میکنی و بار کلام، خود این ممکنه ساده باشه ولی در از کاریه که باید واقعا روش کار تفکر بشه. و این میگه در سه تا کار در دو هفته و و همه هم کار و زندگی دارن، لزومی نداره اکستراوردینری بدون دلیل باری که نمیتونی. من اگه میتونم 100 کیلو هارتل بزنم امکان نداره 102 رو امتحان کنم، چون زیرش میمونم. کاری که نمیشه کرد نکن. یه شعاری علیرضا میگم، No matter what you do, the matter is what don't you do. مهم نیست چه کار میکنی، مهم است که چه کار نمیکنی. کاری که نمیکنی خودش خیلی بزرگه. من هروئین نمیکشم، خیلی جلو هم. ای عشقم کاشتی بدونی که تو میتونی به آرزوهام منو برسونی. ای عشقم تو بیا کنارم که بیقرارم آروم ندارم. ای عشقم تنها نذارم با تو همیشه فصل بهارم. سلام منصور جان، وقت
وقتتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. روی همین حساب ازتون میخوام که انصراف من رو بپذیرید. سعادت این رو به هر حال ندارم که بتونم در ادامه مسیر همراه شما باشم و این افتخار نصیبم بشه. خیلی خوشحالم که توی این مدت با هم در ارتباط بودیم و ممنونم از شما و داوران عزیز که لطف به هم داشتید و انرژی های خوب به من دادید. امیدوارم که ادامه برنامه هم بسیار عالی پیش بره و همیشه هم شما شاد و موفق و سلامت باشید. مرسی ازتون. جونم نترسیم از هجوم ابرای تیره، که این لب تشنگی سهمشو میگیره. نگو دیره، نگو دیره، نگو دیره. مثل برنامه های دیگه خواننده‌هایی که واقعا خوب میخوندن چیز نکردیم، رفتیم مثلا یکی رو انتخاب کردیم که اصلا خوب نمیخوند. بله. و اینکه فشار آوردن که نه آقا این فلانه اون فلان، خیلی شده اینجوری. جدی بابا این خواننده عالی داره میخونه، چرا مثلا نه این مثل که قیافش تریاک به تریاک کشان داره. آقا ما چیکار داریم تو خودمون تو توی داورا مثلا پشت صحنه ها، یعنی میگید پشت صحنه نذاشتن واقعا به حق تو برنامه شما داشتید، تو برنامه شما بودید که اینجوری اتفاق افتاده؟ آره داشتیم. اینه که من بذار خودم نمرمو بدم. آره شور حتما. آره اگه بعد پشت صحنه میخواین بگید نه به جای حامد امیر حسین بیاد. نه بابا من رو چه خواهم. ببینید واقعا من میگم اصلا هدف اینه که دوستان همه دیده بشه کاراشون. آره. و حقه کسی پشت نشه. هر کی هم بیاد اتفاقا موفق تر بشه تو کارش، واقعا آرزو قلبی ماست. اصلا فرقی نمی کنه که برای ما فرقی نمی کنه واقعا. همین هر کی بهتر بخونه اجرایی. نه من از من نوع انتخابه رو و نوع رای گیری فینال خواستم ببینم آیا باید عوض کنیم یا شما میگی نه آقا بذاری هر کی همون رای خودشو بده، مردمم رایو بدن، جنبندیشو بکنید ببینید چی میشه. مردم چه جوری رای میدن تو اینستاگرام؟ یس و نو. یس و نو به نسبت به اجرایی که از بچه‌ها میبینن. چند نفر آخه تعدادش؟ تعداد ما الان اوریج روی رای دهنده ها بین 5,000 to 10,000 نفر رای داشتیم برای هر اجرا کننده اوریج. مثلا اگر توجه بکنید تو اپیزود تو راوند 2 و راوند 3 ما تا 8,000-9,000 نفر هم رای داشتیم راحت. همیشه یا؟ بله همیشه. بریم سراغ اجرای میلاد. زندگی دنبال من و تو میگرده، آغوش من بی تو هی سردتر میشه، این روزا آسونتر چشمام تر میشه، باور نمیکردم باور نمیکردم برسیم اینجا جای به این سردی. بازی رو کم کم یه روزی می بازیم، با هم خراب میشیم وقتی نمی سازیم کنار هم، مثل غریبه ها میشیم یه جای این قصه از هم جدا میشی. از دیگه هم دوریم، هر دو سکوت داریم، نمیشه گفت سقف زیره آواریم، گرمای دست من از دست تو افتاد، عاشقی آسون نیست مراقبت میخواد. برادر
میلاد آقای متین پیانیست کار بوده، برای همین برادرش ایران هستش، پیانوشو زده فرستاده تو پاریس، میلاد روش اجرا کرده این آهنگ یادآور رو. با چه حال خوبی تو فکرت و من، با چه حال خوبی کنار منی، ببین دریا آروم میشه وقتی که کنارم ساحل قدم میزنی، هنوز هر دقیقه حوض میکنی، بیای عاشقونه بشینی پیشم، هنوزم تموم امیدم تویی، فقط با یه لبخند تاروم میشم، فقط با یه لبخند تاروم میشم، تو یادآور لحظه های قشنگ، تو یادآور رویاهای منی، منو با چه عشقی نگاه میکنی، منو با چه عشقی صدا میزنی. واسه با هم بودن نزه حرفی باشه، من میخوام احساسم بیشتر جای صداش بود، نرمتر رو صداش آره نشسته بود. بهتر از اون دوتا آهنگی که خونده بود اینو بهتر خونده. بله. متاسفانه همچه گفتم کاش که با موزیک پشتش بود یه چیز درست میکرد. آره ویدیو نه، همینجوری تو استودیو میخوند با یه بند کوچیکی مثل اون یکی آهنگاش. بله. اینا اشتباهی که میکنن دیگه دست، ولی بهتر از اون یکی آهنگاش خونده اینو. بله. اوکی. بله. پاکسیما جان، نظر راجع به پیشرفت میلاد در کل برنامه و اجراهایی که در فینال انجام داد چیه؟ لطفا بهمون بگو. من آهنگ فری استایلشو خیلی خوشم اومد. واقعا خیلی خیلی قشنگ و درست به خوب صداش بود. آره دقیقاً. همون جاییه که باید، به همون قسمتی از صداش که دلنشینه و گیتار زدنش خیلی به چهرش و اون جستش و خوندنش و اینا پکیج جالبیه. من فکر میکنم میلاد بیشتر از خیلی از شرکت کننده های دیگه‌مون ستار کوالیتی داره، به جز منظورم صدای تنها نیست، منظورم به عنوان یک پکیجه. یعنی من میتونم میلاد رو تصور کنم که روی یه استیج داره میخونه و بیننده های زیادی جمع شدن چون دوستش دارن و میخوان کارش رو ببینن. دوتا آهنگ اولش رو ووکالی من زیاد باش کانکت نکردم. بله بله. و میگم آهنگ سومش به نظر من بهترین کارش. زنده باشی. منم حس کردم اجراهای قوی تری از میلاد شنیده بودیم در مرحله سوم و اجرای آهنگی که در از انتخاب خودش بوده انجام دادم بیشتر به دل من نشست تا دوتا اجرای دیگرش. ولی رو هم رفته، هم چهرش خیلی عالیه، هم موزیک رو خوب میشناسه، تمام خیلی کوالیفیکیشن هایی داره که به نظر راه برای پیشرفتش خیلی همواره. انشالله که بتونه موفق باشه در ادامه کارش. علی جان، شما نظر راجع به کارهای میلاد چی بوده عزیزم؟ من
دوست داشتم کاراشو، توی کل این پروسه کاراشو دوست دارم، به خصوص همین که آهنگ که خودش خوند رو باهاش خوب رابطه میشه برقرار کرد، با اینکه دفعه اول بود شنیده بودم ولی برام جذاب بود، ریتمشو دوست داشتم، حسشو دوست داشتم، خوب بود، بسیارم عالی. آرزو هم موفق باشه. Beautiful. ممنونم واقعا از شما. کوجی جان، نظر شما راجع به میلاد و به طور کل تمام امبیشنزش راجع به آرتیستیک سایدش چه توصیاتی داری؟ کجا میبینیش و چه توصیه‌ای میخوای بهش بکنی اینجا دیگه در آخر برنامه؟ میلاد جان در مجموع خوش تیپ، خوبه، خیلی چیزای مثبتی داره، ولی دوتا ویدیو اول رو دیدم یاد دیسکاوری چنل افتادم. فقط منظره بود، یه آدم کوچولو مثل آهو یا عقاب اونجا میبینی، نه چشم دیدم، نه صورت دیدم، نه حس دیدم. که کلی تو میوزیک پاپ اینا بارها و بارها گفتیم نقش داره. شما تو آمریکا میریم عکس میدی برای ستاره شدن سینما، میگن فقط باید صورت باشه سیاه و سفید و بکراندت خاکستری، نه سفید نه سیاه. یعنی این علیرضا میدونه کاور هد کاور چی میگم کاور شات هد شات هد شات هد شات سینما نمیپذیرن، حتی رنگی باشه، فتوشاپ شده باشه، نمیخوان بک‌گراند خاکستری، نه سیاه نه سفید، صورته. ببینن این چی داره مسیج میده، این آل پاچینو، رابرت دنیرو، مارلون براندو، این کیه؟ به صورتش نگاه میکنن، هایرش میکنن، یعنی استخدام میشه. به نظر من نصیحتی که به آیندگان میکنم، مطمئنم این برنامه تو متبلور میشه بهتر و بهتر از طریق دیگران و خودت، بهتره که این صورت رو بفروشی به داورا، اون حس رو بفروشی. این نمیتونی آنالایز کنی، نمیخواییم تو هوا بگیم فانتاستی. صدا هست آقای منوچهر چشم‌بازر، 100% 99% انتقام ایشون یعنی بر مبنای حقیقت. من علیرضا بارها گفت من وظیفم اینه که او قسمت رو حرف بزنم، صدا رو الان حرف بزنم وقت کشیه، بی خودی اضافه بر سازمان میگم. اینه که اصلا حتی آهنگم که داشت میخون دوربین از زیر، من چشمی ندیدم. نه ببین، یعنی از زیبایی این پنل که من از اول خیلی هیجان زده بودم که با شما عزیزان این کار رو انجام بدیم، واقعا این بود که همیشه من حس میکنم علیرضا، باکسیما، خودت شوق تجربتون رو با مردم در میون گذاشتن دارید. همیشه با خود منم هر وقت صحبت میکنم اون، من دوست داشتم این لایه ها بیرون بیاد تو صحبت ها و خب اگر بتونه دفتاش بشه آویزی برای یک هنرجو، به نظر من خیلی میتونه در زندگی آنهایی که دوست دارن تاثیرگذار باشه. همین، من شما رو، من حرف تو رد نمیشه. حالا من یه چیزم اجازه بده، من خواننده هایی میشناسم، نمیتونم اسم بیارم، که چند میلیون رو اینستاگرام فالوور دارن و اصلا خواننده های قابل چیزی نیستن که بگه حادثه یا چه، ولی چه ویدیوهاشون چه کاراشون در 10 سال گذشته و تونستن موفق باشن. دلیل این که اینا صدا ندارن یا دارن یا اینه، ترکیب کارشون داره جنس رو میفروشه، همون عوام فریبی که من فرمودم به قول معروف داره. ولی امروز من نمیام فعلا میگم ببین کم کم لایه های دیکتاتوری کجی داره میزنه بیرون. من اگه اجازه بده فردا اگه بخوام یه خواننده انتخاب کنم، اصلا کر نمی کنم صداش چقدر خوبه یا بده، ترکیبشو جمع متفرید میکنم، میگم من حاضرم روی این اینوست کنم حتی اگه صداش خوب نیست. تو یادآور خاطرات منی، منو به روزای قدیم میبری، دارم عطر خوبی تو حس میکنم، برای من از هر کسی بهتری، همیشه به شادی، همیشه بهش، همیشه به رویا، به دل بستگی، چه خوبه که با این همه عاطفه میای پا به پای من و زندگی. من نیلوفر هنوز ویدیوشو نتونسته ارسال کنه، گفتم خدمتون که مریضی کرونا داشتش، داشتنده میکرد، خیلی ناراحت کننده بود، ولی خدا رو شکر تونسته، حالش بهتر شده، تونسته خوندناشو انجام بده، ویدیوشو 2 روز دیگه میفرسته. من گفتم چون داریم ضبطمون رو امروز انجام میدیم، حداقل صدا تو بفرست که ما صدا رو موزیک رو گوش کنیم منوچهر، بعد ویدیو رو تو برنامه استفاده میکنیم.
برای همین توضیح دادم خدمتتون که فقط صوتی الان میشنویمش. با چه حال خوبی تو فکر تو هم، با چه حال خوبی کنار منی، ببین دریا رو میشه وقتی که کنارم تو ساحل قدم میزنی، هنوز هر دقیقه حفظ میکنی، بیای عاشقونه بشینی پیشم، هنوزم تموم امیدم تویی، فقط با یه لبخند تاروم میشم، فقط با یه لبخند تاروم میشم. تو یادآور لحظه های قشنگ، تو یادآور رویاهای منی، منو با چشقی نگاه میکنی، منو با چشقی صدا میزنی. تو یادآور لحظه های قشنگ، تو یادآور رویاهای منی، منو با چشقی نگاه میکنی، منو با چشقی صدا میزنی. برای من از هر کسی بهتری، همیشه به شادی، همیشه به عشق، همیشه به رویا، به دلبستگی. چه خوبه که با این همه عاطفه میای پا به پای من و زندگی. دوباره به چشمات سلام میکنم، نگاهت واسم اوج آرامشه، من آتش فشانم تو دریای عشق، که بوست مثل آب روی آتشه. تو یادآور لحظه های قشنگ، تو یادآور رویاهای منی، منو با چشقی نگاه میکنی، منو با چشقی صدا میزنی. گوشه به گوشه اتاق عکسای تو کنارمه، پشت تموم خنده ها بدون تو رد غمه، همه چی مثل سابقه، فقط جات اینجا خالیه، نمیدونی که این بی تو دلم چه حالیه. عاشقتم، عاشق اون من و تویی که یادمه، بدون تو این زندگی برا مثل جهنمه، خورشید زندگی من، بازم رو زندگیم به تا، دنیای من تاریک و سرده، دنیای من تاریک و سرده. یکی تنها میمونه و یکی باید تنها بره، آخر قصه همیشه یکی میمونه با غماش، یکی هواش افتابیه،
نظرتون راجع به اجرای نیلوفر چی بود کوجی جان؟ نمیدونم اون نصایح ما یا ایرادایی که گرفتیم دوزاریه چند تا خواننده خوب افتاده به لباسشون، به ویدیوشون، به اجراشون توجه میکنن، خوب میخونه، قشنگه. و من به طور مثال بگم تو این جنگل رادیو جوان میتونست نیلوفر جزء تاپ 5 دخترایی باشه که همیشه اون بالا میبینی و خیلی خوبه. اوکی. بریم حالا اجرای آهنگ سومش که به انتخاب خودش باشه، چون یکی از قوانین مرحله فاینالمون این بود که دو تا از آهنگایی که در دو آلبوم آخر من یا آهنگای سینگل بوده بچه‌ها اجرا کنن و یه دونه آهنگ به چویس خودشون که ببینیم نزدیکترین به اون خواسته قلبیشون از لحاظ آرتیستیک چی هستش. بریم اونو نگاه کنیم لطفا. تو از کدوم قصه ای که خواستنت عادت، نبودنت فاجعه، بودنت امنیت؟ تو از کدوم سرزمین، تو از کدوم هوایی که از قبیله من یه آسمون جدایی؟ اهل هر جا که باشی قاصد شکفتنی، توی بحت و دغدغه ناجی قلب منی، پاکی آبی یا آب، نه خدا یا شب نمی قد تکیه گاه من. خوبه مثل تن تو با تو هم سفر شدن، منو با خودت ببر، من به رفتن قانعم، خواستنی هرچی که هست تو بخوای من قانعم. جوست نبود اونجوری که اونجوری که آدم انتظار داشت، چون مرحله آخرم هستش، انتظار منم خیلی بیشتر، انتظار تو هم خیلی بیشتر. بله میخوای دیگه واقعا هر چی تو توش هست، توشون هست ببینیم. باید ارائه بشویم. بله بله زنده باشید. خب پس شماره نیلوفر هم داشته باشید تا اینکه در انتها ازتون سوال خواهیم کرد. خب بریم سراغ آقای امیر قاسمی. علی جان شما نظرتون چی بود راجع به این اجراهای نیلوفر عزیز و به طور کل رشدی که از نیلوفر در این مدت در برنامه نکستار حس کردید و دیدید؟ خوشحال هستم، بهش تبریک میگم، به خاطر اینکه ما این تفاوت‌ها رو داریم بینشون می‌بینیم. اتفاقا صحبت کجیرم درست میگه، اصلا کاراکتر بچه‌ها، همین ویدیو ساختنشون خودش خیلی جالبه. کسی که صحبت کرد گفت در جنگل، حالا هر جایی، خب جنگل جای حیواناست بیشتر. من فکر کنم که این خیلی متمایزتر میتونن باشن، چون ستاره شدن و اون هدفی که تو انجام دادی برای این کار، من فکر کنم این شخص رو میتونه متفاوت کنه همه این بچه‌ها که الان انتخاب شدن. برای همین این تو سرازیری رو افتاده خود نیلوفر و انشالله که این سرازیری رو ادامه بده بره جلو. تنها چیزی که برای من درباره نیلوفر عزیز صحبت هستش و میتونم بگم اینه که یه خواننده خوب غیر از اینکه درست بخونه، غیر از اینکه درست حرکت کنه همه حرفا، مهمترین بخشش فریزینگشه که چطوری یک جمله رو بیان بکنه. توی حتی آهنگی که از گوگوش عزیز هم خوند، فریزینگا یا کپی بود یا یه چیزی بودش که یه مقدار فاصله داشت با اون چیزی که باید باشه. مثلا یکی از برترین های خواننده های ما تو فریزینگ فرهاد بوده. گنجشک عشی مشی لبه بوم ما مشین، بارون میاد خیس میشی، برف میاد
حوز نقاشی که تو فریزینگ خیلی معروف هست که چطوری نظر حرف خودشو یا کلامی که باید بخونه رو یا کلام شاعر رو چطوری داره به شنونده اون رو بیان میکنه و چطوری ترانسفرش میکنه. این چیزی که من در زیر فرزیدم علی جان در ادامه حرف شما، یکی از بیشترین کارهایی که کمک میکنه فریزینگ درست بشه نفسگیری درست موقع خوندن. اگر شما قبل از هر خطی نفس به اندازه کافی بکشی در ریه هات نفس باشه، اون فریزینگ رو خیلی دقیق تر میتونی انجام بدید. ببخشید کاملا همینطور و حست هم میتونه باشه مسعود جان، حست هم میتونه باشه، یا اینکه مثلا ای بوی تو رو چطوری بگم که با اون حس ترانه سرا نزدیک تر باشه. حالا اون بخش بخشی که به نظر من پاکی میتونه خیلی راحت تر باش برخورد کنه و حس یک ترانه سرا رو بگه که چه توقعی از یک خواننده داره. ولی خواننده خوبیه، قشنگ میخونه و خیلی من درش تفاوت دیدم و بهش تبریک میگم به نیلوفر. امیدوارم که موفق باشی و امیدوارم که به هر جایی توی این گروه رسیدی کار خودتو ادامه بده. انشالله که سلامت و خوب و موفق زنده باشید. ممنونم از علی جان. از پاکسیمای عزیز، پاکسیما جان نظرت راجع به رشد نیلوفر طی برنامه و توصیاتی که راجع به این اجراش و یا به طور کل در کریر هنریش دارید چی هستش؟ نیلوفر جان من از اجرای اول از صداش خیلی لذت میبرم، صدای خیلی قشنگ و دلنشینی داره. ولی دقیقاً با علیرضا جان موافقم در فریزینگ ها، مخصوصا وقتی که شما ترانه ای انتخاب میکنید که در تاریخ موسیقی ایران جزو برترین هاست و شاید جزو محبوب ترین هاست و از یک خواننده ای مثل خانم گوگوش که ایشون علی جان گفتن فرهاد عزیز یادشون گرامی، من فکر میکنم یکی از هنرمندای دیگه ما که بسیار در فریزینگ و در ادای ترانه واقعا مستر هستن، یعنی استاد این کار هستن. شما وقتی خانم گوگوش ترانه رو میخونه انگار دارید نقاشی میکشن با حالت چهره، با اون کانکشنی که با کامرا هست، با فریزینگاشون. چرا از چشمای من میترسی؟ منی که نقابمو برداشتم، نگاه کن شبیه مشکلیه که یک خواننده جدید بخواد اجراش کنه. با همه این توضیحات من صدای نیلوفر جان رو دوست دارم. یه توصیه‌ای که بهش میکنم، ببخشید یه چیزی رو من در دفاع از این اجراهای نیلوفر عزیزم باید اینجا تذکر بدم، یادم رفت اینو قبلش از درس بگم. نیلوفر پیغام گذاشته بود برای ما که به کرونا متاسفانه مبتلا شده بود، یکی دو هفتهی درست تو این فاصله و تازه سریعا بعد از بهبودیش رفته بود و این اجراها رو کرده بود. گفت به نهایت سعیمو کردم، معذرت میخوام، من باید جلوتر اینو توضیح میدادم خدمتتون که با در نظر گرفتن این توصیاتشون رو بکنید که بیشتر پاکسیما جان در انتها میخواهید برای نیلوفر عزیز آرزوی بهبودی کامل داریم هممون. مطمئنم که تا یه دفعه پاکسیما کانال عوض کرد، یو از هنری تبدیل شد به سلامت. واقعا محبت سلامت مهم. دکتر میگفتی وقتی صحبت سلامتی میگه دیگه کروسیساز کانال خیلی سخت میشه. خوب گفت ولی خوب جهت و سریع باری کلم واقعیتش اینه. من یه نکته رو در مورد اجرای نیلوفر میخوام بهش توصیه کنم. ببینید شما وقتی که در حرکت آهنگی رو اجرا میکنید این مشخص تره. شما باید همیشه تصور کنید که دوربین مخاطب خاص شماست، یعنی اون کسی که دارید براش میخونید و این حرفا رو دارید بهش میزنید
اونجا توی دوربینه و اون کانکشنی که شما با دوربین ویژوالی با چشماتون ایجاد میکنید، اون باید خیلی بیشتر و بیشتر باشه، چون از اون دیدگاهه که بیننده وقتی شما به دوربین نگاه میکنید احساس میکنه که دارید به خودش نگاه میکنید، دلنشین تر میکنه. آی کانتکت نیلوفر با کامرا خیلی کمه. معذرت میخوام، علی رضا و کوجی دارن به من چپ چپ نگاه میکنن. تو دیگه اینجا کار کاسبی کوجی رو برداشتی راجع به من در مورد اجرای ترانه میگم. ببین همون فریزینگی که الان گفتیم، من وقتی نه آخه ببینم کوجی جان نظرت چی بود راجع به این توضیحات پاکسیما؟ زبون استخون توش نیست، هر جور بگی میچرخه. فرصت و رنگ میکنم تا که بشه طلایی، اگه یک بار دیگه تو زندگیم بیایی. فرصت و رنگ میکنم تا که بشه طلایی، اگه یک بار دیگه تو زندگیم بیایی. نه میخوام شما دارم یکم اذیتتون کنم. پاکسینا فکر میکنی اینا رو من از فکر میکنی مثلا من راجع به کامرا از کی یاد گرفتم؟ از علی کجی. آره آره راست فکر میکنی یاد گرفتی، مطمئنی؟ الان از تو بهتر اونایی که تو این کار بودن یاد نگرفتن. کفش من میکنی ترانه میگی، همین مونده برم کامرا بخرم کجی. خب ببینم دوستان، میدونم خیلی خیلی لذت بخشه که صحبت ها رو همینجوری ادامه بدیم، ولی میخوام کجی در انتها و در یک دو سه جمله بخوای پاکسیما توصیه آخرتو به نیلوفر بکنی که نظر کجی رو هم بپرسیم. من توصیه هامو به نیلوفر کردم، فقط اون وسط کجی یه حرفی زد من نفهمیدم چی گفت، خیلی حیف شد. اوکی مشکل نیست، بعدن بعد زبون استخون نداره، از هر طرف بخوای میتونی بچرخونیش. گفتم تو زبون خداوند استخون نذاشت که حساب کتاب، همینجور بچرخونه هرچی بگی میگه. اون به حساب کتاب از این برنامه بیاییم به کنار. اگر آرتیست تو جلوی دوربین، تو دوربین دستت بود و نیلوفر اینجوری جلوی دوربین تو حرکت میکرد، چی بهش میگفتی؟ سوم شخص داشت میخوند، اشکال نداره. این سوم شخص میخونه، اشکال نداره. یعنی دوربین در واقع ناظره. یه موقعی هستش که دوربین نقش مقابل تو رو داره. خواننده هایی که 30 سال میخونن فاجعه آفرینن. حالا بیاییم به نیلوفر چه ایرادی بگیریم؟ نه بله، نه خوبه. اگر هر کسی بازش فیلم بدهی کرده بیاییش دوربین نقش حاضر رو داره، نقش سوم شخص رو داره. نبود. نگاه میکرد به دوربین، نگاه میکرد، نه کانکشن با دوربین بود و نه سوم شخص بود. یعنی یه چیزی این وقت تو اون ایراد نیدن. نه اون ببخشینا، اون وظیفه کارگردانه که 2 دقیقه استاپ بده به خواننده بگه موضوع چیه، داستان چیه. این کارو نکن. اون کار اگه گوش شنوا داره اجرا میکنه چیزی که ازش خواسته و اصلا انتظار نداشت از یه خواننده قدر لجند جایی ممکنه اشتباه کنه موقع خوندن. میگی این کلمه، این جمله‌ای که داری میگی تو صورتت من نمیبینم. من بارها تو کلوزآپای خواننده استاپ میدم، میگم فکرت یه جای دیگه است، تو الان آبستن این ترانه نیست، من بارها دیدم. باید بیدار بشی بفهمی این ترانه موضوعش چیه، تو رفتی یه جای دیگه. من مثلا میگم خیلی آهنگا هست که مخاطب دوم شخص مفرده، باید باش زندگی کنی با یه نفر، ولی یه آهنگ اجتماعی نمیتونی با یه نفره بخونی، باید اجتماعی بخونی، باید بی نهایت باشه. بسیار عالی، میریم سراغ اجرای آقا صادق عزیز. میپرسی چشماتو چقدر میخوام، میگم به قد رنگای نقاش، هر لحظه لبخنده جو کندی تو، هر وقت میخوای چشم خود من باش. شمایل مرموز سیاه قلم واسه نقاشی، دنیا تو دستام وقتی که تو آغوش من باشی، بمونی عشقم و همیشه آبر قدم گاه چشمم، من آسمون توی ماهش، تو زیبایی من نگاهش، من توی راه
توی چشم راهش، توی خالق و من ستایش، تو الهه زیبایی، من دنبال بس تو هم دوباره مهد شدم، توی این چت عاشقونه ما تو مبهوت، کلمات تعریف مست شدم، نمیشه وصفت کرد حتی با مذهبی، شکوه سماع رقصمی تو، لبخندی ژاگون توی خندمی، دلیل تپش قلبمی. میپرسی چشماتو چقدر میخوام، میگم به قد رنگای نقاش، هر لحظه لبخنده ژاکندی تو، هر وقت میخوای چشم خود من باش، با تو یه رخت ساده میشه پر از سرهای نام، چون توی تلفیق زیبایی عشق شور، واسه من خسته امید کلبه دور، توی ظلمت شب توی قطره نور، دلم کنار تو پر از نظاره و حرفه، با تو آسمون شب جشن ماه و ستاره و ابره، این زندگی بدون تو خود مرگه. میپرسی چشماتو چقدر میخوام، میگم به قد رنگای نقاش، هر لحظه لبخنده ژاکندی تو، چشم خود من باش. یه چهار فصل تو چشم، برگای زرد و بلش کن، غم دنیا رو بلش کن، بلش کن غم دنیا رو، بلش کن و خودتو جا تو دلش کن، میدونم دل پر ترسه، ترس رو بگیر و لهش کن، میگی تلسم خوشبختی تو با خنده با تلش کن، بیا من و تو رو ما کنیم و قصه رو کاملش کن، زد کردی تم لب ها تو، رنگ چشما تو اصلی، نقصی دینم از نوی توی دیوان غزلی، اورجینالی نابی یه جورایی مثل خود عتیقه، بی نقصدنی تر هزار رقص موها تو نسیمه، بی تکراری همه دنیا می، تو خود اونی که میخوامی، ترس فردا رو ولش کن، تو پای کار دیوونه گیامی، با یه بشکن بشکن غم و نوت زندگی همینه، فصل عشق ما رسیده، میتره کنی نمیشه، ترس فردا رو ولش کن. یارو جورابای پاشم مارکه و من حتی لباسای اصلیم فیکه، دستاز حوالی ربات کریم پارم بشه میپوشمش، آخه حیفه، آخه ندارم، آخه قرارم نیست یه رو برسه، و از بچگی یادمون دادن که پول اخه، چیزه، نجسه، آره، آخه ندارم، آخه قرارم نیست یه رو داراشم، و منو لفظای قدیم داداشم که سب کن، یه روز خوب میاد، یه روز خوب میاد که تو تهران هستیم و بطری به دست توی خیابونا مستیم، مسجد هستش و کاباره کنارش، هیچ مادری نمیخوره غصه یه بچه یه بیکارش، همه چی خوب میشه، دنیا به کاممون، همه چی مفت میشه، حتی پول آبمون، دیگه سختی ها نمیدن تابمون، سر دوزار نمیریزه آبرو، همه چی خوب میشه، همه جا آبادی، تبعیض مرده با دستای آزادی، کلی خون واسه این روزامون دادیم، همه با هم دوستیم و کنار هم شادیم، کنار هم شادیم، آره، بالاخره همه چی خوب، همه چی خوب، چون پول داره فکر کیه؟ پول داشته باشه همه کسی. کلن منصور جان رپ دیگه، وقتی بله. رپ دازم، یعنی مهم نیست که سیاسی باشه یا خنددار باشه یا نمیدونم جوک باشه یا جدی باشه، رپ اصولا اصلا سیستم رپ اینجوری، هر چی که میخوای میگی، میتونی بگی، بله. حتما نیست که باید عاشقانه باید باشه یا نمیدونم ترسناک باشه یا نمیدونم سیاسی باشه، از اول که شروع شد یه مقداری این ریشه سیاس. شکایت اجتماعی بود در اصل که سیاپوستا بیشتر یه ریشه سیاسی اجتماعی، یه فراستریشن اجتماعی داره، ولی رپرها داشتن، بله بله، برای همین این نقطه هم در کار خودش صادق سعی کرد با این کار اوریجینال خودش
به ما اونو نشون بده و کار شاد دیگر هم انجام داد. خب علی جان نظر راجع به اجرای صادق جان چی بود و در اصل اسم هنری صادق تصمیم گرفته خودش که بشه صادق خان، نظر راجع به اجرای صادق خان چی بود؟ خدمت دوست دارم کار صادقو، خوشم میاد ازش، از کاراش خوشم میاد. رو آهنگ دوم یه زیاد دلپذیر برام نبود، زیاد برام جذابیتی نداشت ولش کن رو، و ولی تو کار اولش رو دوست داشتم. کار دومی هم خوب بودش، قشنگ بودش، به خصوص که از فودیجای فیلم هم استفاده کرده بود. بسیار عالی، بسیار عالی، دوست دارم کارشو. اوکی زنده باشی. پاکسی ما جان نظر تو راجع به اجرای صادق و توصیه کلی چیه؟ صادق شرکت کننده مورد علاقه منه. من فکر میکنم که به عنوان یک پکیج و به عنوان یک آرتیست که خلاقیت در کارش هست و کارش خوب انجام میده مسلطه. من ترانه ولش کن رو روی اون ریتمی که خونده بود خیلی دوست داشتم، برعکس علی جان. به نظر من خیلی شیرین بود، صدا قطع من شاد بودش، منم فحص کردم، من دوست داشتم، من دوست داشتم. من خیلی دلم میخواد که من در کنار منصور صادق رو ببینم در ترانه دو صدایی. من طرفدار صادقم، دوست دارم برنده بشه، براش آرزوی موفقیت. واو واو، یعنی کاملا تو رأی تو صادق میدی. اوکی، برنده برای من صادقه. زنده باشی، ممنونم ازت پاکسیما جان. خب جان یه شرکت کننده رو ندیدیم، اجازه بده اونم ببینم بعدن در انتها. در انتها برمیگردم. حامدم واقعا خوب بود، حامدم خیلی خوب بود. زنده باشی، زنده باشی. کجی جان نظر شما چیه؟ من طبق تعارف احترام خاصی به صادق قائلم، ولی خب چرا تعارف تو الان داشتی میگفتی به پاکسی؟ خب وقتی احترام نمیتونی نظر نه من چی نه دیگه خب الان طبق... اینجا الان دارم اعتراف میکنم طبق تعارف هرچی که، ولی به این مرحله جهالت نرسیدم چیزی که نمیدونم نظر بدم. مثلا نمیتونم بفهمم صادق خوبه یا بده، هیچ کس یا امیر تتلو اینا هر نظری بدن درسته، از قدرت و شعور من خارجه که بی خودی نظر بدم و خودم رو توی مخاطره که هر چیزی که از شعور تو خارج بود نظر نمیدادی. آره تو نه خب ببین من اینو قبول دارم، میگی آقا من متوجه آقا نمیتونم نظر خیلی به این مرحله نرسیدم که نمیتونم نه دلیل من سمفونی بتوونم گوش میکنم تا نمیفهمم خوبه یا بده، ولی گوش دارم. کجی این سبت رو گوش نمی کنه اصلا؟ اصلا نمی گوشم می کنم، ولی خدا شاید منم رپ گوش می کنم فقط به عنوان اینترتیمنت، ولی تشخیص این که آیا توپاک بهتر از نمی دونم جیزیه. تو آمریکایی و آمریکایی چی رفت اول میزنم؟ حرف اول الان دریک میزنم. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport. Hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone. صد دست دریک کانادایی الان حرف دوم و کندی گرمار میزنه. به نظر من کندریک لامار دومه توی رپرها تو آمریکا. خب میدونی که دریک کاناداییه، ولی خب کانادا و در هم در لس آنجلس زندگی میکنه. همه میگه خب الان حرف اول تو علی رضا همسایه از خونش نزدیکه به علی. اوکی برای فارسی رپرهای فارسی رو کیا رو دوست داری؟ من بله هیچ کس من هیچ کس رو دوست داشتم، خب هیچ کس الان فعالیتش اونجور نیستش. زدبازی رو دوست داشتم زمانی که خود زدبازی بود.
همه تو کف عین جکوزی تو میگرفتی دست ترمز منم کفش و کمر و کلام سبز و قرمز هر روز میدیدم هفت صبح و باد تن نرم و رنگ شکلات نمیکردم از بدنم جدا تن تو بود گرمتر از سونا برگو همه ریختم ولی شاخه هست کم کم باید بارو بس باید برگردیم خونه هامو ساک به دست چیزی که مونده یه خاطر است الان بغلت کنم بینمون کاپشنه کاش بشه برف و زودتر آب بشه چون من فکرم دم ساحله باید نه ما وایسم این زن حامله باز دوباره نگاه بکنیم یاسر دوست دارم خیلی خوشم میاد از با رپ میشه در جنگ تاخت با رپ میشه فرهنگ ساخت با رپ میشه رویا رو نشون داد با رپ با کلمه میشه دنیا رو تکون داد مطمئن باش من این واژه ها رو واسه وزن و قافیه به هم دیگه وصل نکردم من این واژه ها رو بالا آوردم از حقیقت تلخی که حذف نکردم بریم سراغ امیر حسین شما بالاترین رأی رو دفعه مرحله سوم به امیر حسین دادید به سبزی چشات قسم که هستم به این علنگوهات قسم که هستم تو هم از همه هست مراقبت کن به مخمل صداد قسم که هستم بیا تو بل لبم نی لبکم شو عزیزم گلکم ناز نازکم شو از این دنیا فقط چشم تو مونده بیا عزیزکم مردمکم شو سفید برفی قصه که به نرمی خوابی برای هر چه پرسش خود خودت جوابی به یادت که میافتم بوی عقاقی میدم منو وسوسه کردی که با باغچه نباشم به سبزی چشات قسم که هستم به این اننگوهات قسم که هستم تو هم از همه هست مراقبت کن به مخمل صداد قسم که هستم این خونه تنهاییش جامونو پر کرده زندگی دنباله منو تو میگرده آغوش من بی تو هی سردتر میشه این روزا آسونتر چشمام تر میشه باور نمی کردم باور نمی کردی که برسیم اینجا جای به این سردی باور نمی کردم باور نمی کردی که برسیم اینجا جای به این سردی این بازی رو کم کم یه روزی میبازیم با هم خراب میشیم وقتی نمیسازیم کنار هم مثل غریبه ها میشیم یه جای این قصه از هم جدا میشیم باور نمی کردم باور نمی کردی که برسیم اینجا جای به این سردی باور نمی کردم باور نمی کردی که برسیم اینجا جای به این سردی
فاکسیما جان، نظر راجع به اجرای دو آهنگ امیرحسین که از آهنگای من بود چیه؟ قبل از اینکه بریم به آهنگ سوم که بیشتر جهت خودش هست دوست داریم ببینیم و بعد از اونم نظرتون رو خواهم پرسید. نظرت چی بود راجع به این دوتا اجراش و به طور کل؟ آهنگ دوم رو بیشتر دوست داشتم اجراشو از ترانه سپید برفی. من فکر میکنم که آهنگ باور نمیکردم به صدای امیر حسین، قشنگتر بیشتر میاد و قشنگتر بود اجراش. اوکی. در کل خوب بود اجراش. اوکی، بریم الان آهنگ سومش رو ببینیم که بیشتر در اصل آهنگ ساخته خودش هست و دوست داره تا به اضافه چند آهنگ دیگه به زودی اینا رو ریلیس بکنه. مثل قطاری که داره به آخرین سفر میره خستم، دل به دو خط آهنی که آینه تقدیرم بستم، رفتن این مسافرا یه عمره که چشمامو تر کرده، اما هنوز منتظرم مسافری که رفته برگرده. همیشه یه رویایی هست که به من تن خسته جون میده، میبینمش که داره باز با خنده از دور دست تکون میده. این رفت و آمد و مدام آتیش میتازه به جون من، ما هم سفر بودیم پسون چطور تونست بره بدون من؟ مثل پرکشیدن جون از تنه، رفتن اون باشنا مسافری که واسه همیشه رفته، اما این قطار دل شکسته خسته هنوز خودشو درست داره، وقت میرسونه هر روز هفته، هر روز هفته. سبکشه پس؟ آره، سبکش همینه، یعنی چیز بگی مثلا دست پاشو گرفتیم چون آهنگ تو بوده اینا، نه آهنگای تو رو هم به اون خوبی خونده که آهنگ خودش هم که ساخته و خونده. بله، همونجوری خونده. بله. که آهنگ تو بسیار عالی. اوکی؟ بسیار عالی. خب علی جان، خیلی خیلی کارهای جالب و قشنگی از امیر حسین شنیدیم. نظر راجب این اجراها چی بود؟ نظر راجب اجرای آهنگ اوریجینال خودش چی بود برای برنامه فینال و به طور کل رشدی که از امیر حسین از اول برنامه تا الان حس کردید؟ بسیار خوشحالم که این رشد رو میتونم ببینمش تو کرکترش، تو رفتارش، تو اجراش. یه چیز جالبی که دیدم در رابطه با امیر حسین، درست برعکس حالا صحبتی که دفعه گذشته پاکسیما عزیز گفت، حالا میگم پس چیکار باید کرد؟ چون دفعه قبل گفت آهنگ گوگوش عزیز رو خوندن راحت نیستش، کسی نباید بیاد دست بزنه. بعد حالا از این ور من میخوام بگم آهنگ جدید خوندن تو در چه موقعیتی تا بخواد طرف اون رو بتونه دایجستش کنه یا بتونه اون رو متوجهش بشه زمان میبره، برای همین یه مقدار خطرناکه به خاطر اینکه دارید با آتش بازی می‌کنید. اما از یه طرف دیگه خوبه به خاطر اینکه هزاران نفر، صدها هزار نفر، میلیون نفر برنامه رو نگاه ممکنه بکنن و از زیاد در طی زمان این آهنگ جا بیفته و اونایی هم که دوست داشته باشن خوششون بیاد. خوبه، قشنگ بودش، خوب اجرا کردش و توی این فضایی که خودش داره اجرا میکنه، توی این اندازه این که میخونه خیلی خوش درخشیده. تو اون اندازه است. نمیخوام بگیم پستی و بلندی های زیادی داشته، ولی مهم نیستش به نظر من، خواننده مهم نیستش که از چه نوتی تا چه نوتی رو بخونه، مهم اینه که اون اندازه نوتی که میخونه رو درست بخونه. و خوب بود و
ممنونم. خب پاکسیما جان، نظر راجع به اجراهای امیر حسین به طور کل، رشدش در طول برنامه و آهنگ اوریجینال خودش که اجرا کرد و دو آهنگی که از من خوند، و کلن یک نظر کامل و بررسی کامل به همون بده لطفا. امیر حسین جزو خواننده های مورد علاقه من بوده از روز اول در نکستار، ولی من بله. با علیرضا موافقم. این ترانه ای که اولا میخوام بدونم ترانه رو خودش نوشته بود، میدونم ملودی خودشه، ولی ترانه هم از نمیدونم، ولی میپرسم ازش حالا بعدن. به نظر من آهنگی نبود که دفعه اول شنونده بتونه باش رابطه برقرار کنه، و این خیلی مهمه. بعضی از ترانه ها هست، اگر قرار کسی بیاد یه ترانه اوریجینال اجرا کنه، باید انقدر قوی و دلنشین باشه که همون دفعه اول شنونده رو جذب کنه، و این ترانه و آهنگ این خصوصیت رو نداشت. کار قشنگی بود، ولی به قول علی رضا جان ریسک بزرگی رو برداشته بود. من اگر جای امیر حسین عزیز بودم این ترانه رو اجرا نمی کردم، با اینکه کار قشنگیه و امیدوارم موفق باشه. زنده باشی، ممنونم از توضیحاتت. کجی جان، نظر شما به طور کل رو اجراهای امیر حسین جان و سه اجرای برنامه فینالمون الان چی بودش؟ والا این منوچهر که من نمیدونم چی گفته، ولی سه تا اساتید هر چی گفتن قابل احترام و سته. من رویداد قابل ارزی نمیبینم. اوکی. یعنی اتاق خالی براش نمیبینم کجا بره بشه. خب چه مشکلی میبینی؟ چه چیزی میبینی که میتونه به یه مقداری به اون جایی که تو میگی برسه، به ذهن تو و تو برات قابل قبول باشه؟ کمبود 7-8 تا المنت برای ستاره شدن. دو تا سه تا اولیش چیه؟ دو تا سه تا اولیش شیپشه. باز دوباره میگم من نمیتونم راجع به ترانه سومی که خون کار پاکسی ماست برای اولین بار میتونه قشنگ نظر بده، یه ترانه تازه خوب بود یا بد بود که الان سکوت کرده، کاش که حرف میزد میگفت خوبه یا بده. ترانه سالمی بود یا نبود؟ ترانه قابل تقدیری بود؟ ترانه نبود. ببین من اجازه بده، من به خاطر رتگویی ممکنه الان صدها خانواده از این بچه ها نسیم نمکنم. بگو ترانه. نه یه سوال، to be or not to be، that's a question. ترانه خوب بود یا بد بود؟ من راجع به ترانهش توضیح بدم. به نظر من ترانه ایراد داشت. پس تموم شد، به درد نمیخور. وزن ترانه، نه داری تعارفای ایونی بازی میکنی آقا، کیلوی چنده، ول کن. ترانه خوب بود یا بد بود؟ خب میگم ایراد داشت. ایراد داشت. به کار خودت برس آقا کجی جا، تو نظر خودتو بده. بابا یه خانواده میرن زن بگیرن نگاه میکنن میگن ول کن، به درد نمیخوره. به درد میخورد یا نمیخورد؟ ترس داری تو؟ بگو دیگه. نه تر. ترس دارم. اولین بار تو ترس داری راجع به یه ترانه تازه حرف بزنی؟ چرا سکوت میکنی؟ تو داری راجع به احساس یک انسان صحبت میکنی. آقا پراید ماشین خوبیه کامپر به بی ام دبلیو؟ نه تموم شده. این ترانه خوبیه نسبت به کارهای چجوری باید بگم؟ کجی جان ببین کجی، اینم عادلانه نیست. به یه دلیل بهت بگم کجی جان، یک آدمی که احساساتی هست، ترانه سراس، انگیزه لطیفی داره، یه آدمی مثل پاکسیما که صد تا جوانه به روحیه شخصی که داره بهش کامپلیمنت، این راجب نوت دیمینیشه 11 حرف میزنه. نه ببین نظرشو کاری ندارم، ولی به شخص ممکنه راجب اجرای یا خوندن پاکسیما بگه، ولی به شخصیت یارو که اذیت کننده شخصیت ربطی داره به اجرای کار؟ تو نمیتونی بری سازنده پراید رو کتک بزنی. خب نه چجوری باید بگم سرای که اون کار رو نوشت که دلش بشکنه؟ من برداشتم گفتم به نظر من نباید این کار رو میخوند دیگه، چجوری بخوایی بگم؟ تموم شد رفت، یکم هم چیزتر برو قاصد. تو رو یه آدم خشن کنه کجی، من نمیدونم. مردم کانفیوز میشن به خدا، این نظرات همینجور تو هوا گفتن و تعارف کردن و برنامه را شد میکنه. نه اتفاقا تعارف نکردم. نه من میگم برای امیر حسین اتاق خالی وجود نداره تو این. میدونم تنها نمیذاری منو، تو رو دوست دارم و دوست داری منو. حامد و لعیا رو شما دارید میگید این دوتا فرانت رانر را مونن؟
نظر زن و مرد حامل اوله، تو زنده هم لعیا اوله. بسیار عالی، بسیار عالی، زنده باشید منوچهر جان. واقعا واقعا منت گذاشتید و محبت کردید که در کنار ما بودید تو این برنامه. خیلی خیلی ممنونم، همیشه ازتون یاد میگیرم، همیشه بهتون افتخار میکنم و واقعا محبت کردین در این دوران کرونا، کمک کردید که این برنامه رو خیلی با آبرو جمع و جور و با آبرو بتونم به نتیجه اینجا فاینل برسونم من، و مرسی که این حمایت رو به من کردید و منو تنها نذاشتید. سپاسگزارم ازتون. انشالله که منم از ببینندگان عزیزم توضیح بدم، از آقا منوچهر درخواست کردم که زحمت بکشن و ترانه ای که انشالله از پاکسیمای عزیز و طراحی که پاکسیما انشالله انجام بده رو ترانه و توصیه‌هایی که آقا منوچهر لازم دارن برای آهنگی که مشترکاً قراره با برنده برنامه اجرا کنیم. از شرکت سو انترتینمنت تشکر میکنیم که از آقا منوچهر درخواست کردن که حتما این آهنگ رو ایشون کمک کنن به ما تولید بکنیم که بتونه هدیه ناقابلی باشه به شرکت کننده و برنده عزیزمون. زنده باشید، دوباره سپاسگزارم آقا منوچهر، ممنونم ازتون. خیلی ممنون، مرسی، مرسی که این برنامه رو تونستیم جمع جورش کنیم و به نظر من این رأیایی که من دادم یا بچه های دیگه دادن، فکر میکنم که رأیای درستی دادیم، کسی بله. فکر نکنی که ما حق کسی رو کاملا یا خوردیم کاملا. یا خوشمون نگیمد قیافش یا نمیدم، نه اینجوری نیستش. واقعا رأیایی که من دادم به تمام بچه ها دقیقا خیلی دقیق عمه رو قشنگ چک کردم، همه چی رو زنده اینه باشی. که رأی من میدونن که درست دادم، زنده کسی باشی. از دست من فقط ناراحت نشه. زنده باشی. ببینید این دیگه قسمتی از این بازی ها و مسابقه ها هست، همیشه هست. ولی مرسی از دل مهربونتون و توضیحاتتون، سپاسگزارم. میریم و به بقیه برنامه نگاه میکنیم. مرسی دوستان، در ادامه برنامه با ما باشید. Next door finalists are on the way. درد بی عشقی همینه، همه یه بغض زمینه، اوج پرواز یه رویا، تو نگو دیوار چینه. من حامد رو دوست دارم و صادقم، علاقه من هستم. من نظرم اینه که با منصور صحبت کردیم، این نباید پایان یک داستان باشه، پایان نکست استار باشه برای این آدم هایی که اومدن. حتی من به نظر من یک سری آدم های خوبی بودن که در گذشته در این برنامه بودن که توی فینال قرار نگرفتن، و دوباره میشه از اینها باید استفاده کرد و ازش رو بهره بود. انشالله. واقعا من دوست دارم دوستیمونو بتونیم با دوستان، و ببینید 300 نفر شرکت کننده داشتیم در برنامه نکستار، 300 نفر آزمونای خودشونو فرستادن و این اومده رسیده به این 5 نفر فینالیست و یک رپری که تو این برنامه هستش. واقعا ممنونم از تمام بینندگان، از تمام شرکت کنندگان که ارزش و بها به این برنامه دادن، سپاسگزارم ازشون، مخصوصا از داوران عزیزمون باز دوباره تشکر میکنم. پاکسیما جان در انتها اگر صحبتی، هر صحبتی که داری، یادم میخواستید اهدایی یه سری هدیه های ترانه‌ای میخواستی به بچه‌ها بدید، لطفاً راجبش خودت صحبت کن. من حتما دوست دارم به برنده نکستار بای منصور، به جز ترانه دو صدایی که مشترکاً باش اجرا می کنید، یک ترانه هدیه کنم. امیدوارم که در راه هدفی که دارند و در راه موفقیتشون بتونه موثر باشه. زنده باشی، ممنونم از این محبت پاکسیما جان، خیلی خیلی کار قشنگیه. کجی جان شما خیلی خیلی مردم باهات بیشتر آشنا شدن تو این برنامه و خیلی علاقه من پیدا کردی بیشتر. و همه فکر میکنم من و کجی با هم دشمنی، نه خبر ندارم، به خدا شاهده میان به من میگن شما دوتا رو آشتی بدین، چرا سر به سر
نمیدونم که این کجی صبح تا شب منو کجی پای تلفن دوست عزیز صمیمی من عزیزترین افراد زندگی من. ولی ارشاد تو جزء از وظایف شرعی منه. من درصد باید منو به راه راست هدایت کنیم. صد درصد میکنم. یک فصل اگه حوصله داشتید من توصیه میکنم علیرضا برنامه 3600ش رو تبدیل کنه به شما دو نفر. ولی یه سوال اینجا پیش اومد. پاکسیما گفت بجز آهنگ دو صدایی تون به اون دو صدایی میگه قرار پاکسیما بگه که خودش الان کاندیدا شد. 100% باعث افتخار. آره من نمیدونستم. نه کجی میخواد خودش بگه. نه از آقای چشم‌زد و از پاکسیمای عزیز دعوت کردم، خواهش کردم که کمک کنن و اون آهنگی که برای برنده میخواییم انجام ما پس درخواست شده. من فکر کردم خودش منتخب خودش. پاکسیما جان صحبت کرد از تلویزیون تپش. علیرضا امیرقاسمی عزیزم خواهش خواهم کرد که نهایت سخن به شرکت کننده های نکست دار و سو انترتینمنت بدن و انشالله بتونیم راه خوبی رو و یه آب‌بارکه‌ای رو برای عزیزانی که دوست دارن بدون هزینه و مجانن بتونن خودشون رو در معرض دید بذارن و معرفی بشن به جامعه، من دوست دارم بتونم یه قدم کوچیکی در اون راستا بردارم که تپش و امیرقاسمی بزرگم پشتیبانی ما هستن. خدا رو حتماً ممنونم علی جان. کجی هم که برادر بزرگترمونه و همیشه هر کاری داریم در خدمتش هستیم. کجی جان ممنونم، سپاسگزارم از بتای و زحمت هایی که در رابطه با کارهای من به شخصه کشیدی در این سالیان سال. از همه تون راجع به این متشکرم و دوست دارم که انشالله کارهای بیشتری هم به زودی به مخاطبین مشترکمون علاقه مندانه که شما رو حالا بیشتر آشنا شدن وقتی ببینن ویدیو با هم میسازیم خیلی بیشتر بهشون خوش خواهد گذشت. انشالله بتونیم علیرضا رو هم بیاریم، یه کارگردانی هم به زور شده از علیرضا درخواست کنیم برامون 100% بکنه که میگونم سر شلوغه، برای همین باید مزاحمش بشیم. انشالله بتونیم یه کار مشترک قشنگی انجام بدیم. حتما ممنونم ازت. کدی جان در ختمه صحبتی هر حرفی داری خوشحال میشیم بشنویم. هیچی، خیلی خوشحالم که تو این دو سه ماهی که گذشت خیلی دوستای جدیدتری پیدا کردیم، خودمون رو بیشتر شناختیم که چه جونوری هستیم. همه اینا زیبا بود. تبریک میگم به خودت که این برنامه رو ساختی و رفتیم جنوب. قربونه، زنده باشی. ممنونم از همگی دوستان. رای ها یادتون نره، لطفاً فردا رای هایتون رو درج کنید در صفحه منصور میوزیک در صفحه اینستاگرام قسمت استوریز و نتیجه رو در هفته آینده اعلام خواهیم کرد که برنده نکستار کی خواهد بود و آهنگ اجرایی رو هم انشالله چند ماه بعد اجرا خواهیم کرد و با ویدیو و تشکیلات براتون پخش خواهیم کرد. زنده باشید، سپاسگزارم از همگی، میبوسمتون و به امید دیدار بعدی. خدا نگهدار. یه روز میام به جست و جوت فقط به خاطر تو، عشقو میذارم پیش رود فقط به خاطر تو، دلم کسی رو نمیخواد فقط به خاطر تو، غرور من رفته به باد فقط به خاطر تو، هفت شهر عشقو میگذرم تو رو تا قصه میبرم، دل رو به جاده میسپرم ستاره ها رو میشمرم، فقط به خاطر تو برای عشق جون میدم، معنی دیوونگی رو به آدم ها نشون میدم، دلم کسی رو نمیخواد فقط به خاطر تو، غرور من رفته به باد فقط به خاطر تو، یه روز میام به جست و جوت فقط به خاطر تو، عشقو میذارم پیش رود فقط به خاطر تو.
دنیا میرم، به دیدن خدا میرم، میرم به جنگ سرنوشت، برات میسازم یه بهشت. غریب و بی نشون میشم، هرچی بخوای همون میشم، میام و پیدات میکنم، یه عمر تماشات میکنم. دلم کسی رو نمیخواد، فقط به خاطر تو. غرور من رفته به باد، فقط به خاطر تو. یه روز میام به جست و جود، فقط به خاطر تو. عشقو میذارم پیش رود، فقط به خاطر تو. توی غربت دیگه موندن نداره، شعر بی قافیه خوندن نداره. وقتی ساکتی دلم میگیره، خونه با صدای تو خونه میشه. Soho Entertainment proudly presents Next Star by Mansoor. The reality of making a star. در جستجوی صدای استثنایی برای معرفی در آهنگ و ویدیوی مشترک با منصور.